در آستانه برگزاری اجلاس سران گروه 20 در کشور چین سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده پیامی به کشورهای شرکت کننده در این اجلاس صادر کرد مسلمان آزاده در این پیام از تمام دستندرکاران رؤسا و پادشاهان کشورهای شرکت کننده در اجلاس سران 20 دعوت کرد تا بر استفاده هرچه بیشتر از پتانسیل این گرد همایی در راستای اخذ توافقات بین المللی به منظور بهینه‌سازی شرایط زندگی انسانها در کشورهای مختلف همت گمارند. در این پیام آمده است تمام شرکت کنندگان در این کنگره از درگیر بودن مناطق مختلف مخصوصا خاورمیانه در طوفان حوادث ناگوار به خوبی اطلاع دارند و باید به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی که به عهده دارند عمل کنند و با تعاون و همکاری با یکدیگر بر یافتن راه حل هایی کار آمد برای تغییر شرایط نابسامان منطقه و ملت ها گامی مؤثر بردارند. همان گونه که امیر و مؤمنان علی علیه السلام در فراخانی مردم به انسانیت فرمودند مردم بر دو دسته اند گروهی برادران دینی تو اند و گروه دیگر از لحاظ خلقت با تو شبیه اند سازمان جهانی نفی خشونت همچنین افزود همکنون تمام جهان نیازمند اقدامی فوری برای مقابله با کشتار، تندروی، خشونت مادی و خشونت معنوی است و علاوه بر آن هرچه سریتر باید به ملتهایی که با بروز این مشکلات دچار آسیبهای جدی شده اند کمکهای اقتصادی و سیاسی ارائه گردد تا هرچه سریتر از شرایط سختی که در آن دچار شده اند رهایی یابند. لازم به ذکر است در نشست آینده گروه 20، رهبران سازمان های برجسته بین الملل سران کشورهای عضو اجلاس و برخی کشورهای میهمان شرکت خواهند کرد این نشست چهارم سپتامبر ماه آینده میلادی و در کشور چین برگزار خواهد شد